بچه ها چطورین؟ با این ساحل شای دیگه اومدم کنارتون. بچه ها موضوع برنامه امروزمون، قبل اینکه موضوع برنامه امروز بگم، سابسکرایب یادتون نره کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایباتون نپره. موضوع برنامه امروزمون، یه سری کلیپ واسه من فرستادین و من قراره ریاکت نسبت به اون کلیپایی که برام فرستادی انجام بدم. بریم برنامه رو ببینیم تا آخر ببینید. بچه ها مرسی که برنامه رو میبینید، مرسی که من دنبال میکنید. بعد ویدیوها خیلی زیاد بود، منم از توشون چند تا رو انتخاب کردم و براتون ریاکت میرم. بریم ویدیو اول با هم ببینیم. یعنی اول شروع کردم به آتش بازی، داشت سخت به خونه، بعد جیغ و داد خوشحالی بابت این آتش بازیه که داشتم میکردم. بعد جالبی که بعدش که آتش خاموش شد، بعد همه ریخته رو سر و سفره و نمیدونم فلان اینا، بعد اینجوری میکنه. چه کاری این کارا رو میکنین؟ ببر بیرون دیگه. بعد اونی که داره فیلم برداری میکنه چه خرسنده، با خیال راحت ریلکس هست، این خیالش هم نیست که داره فیلم برداری میکنه. والله به خدا. بریم بعدی ببینیم. اگه مردم روی سنگ گبرم بنویسید، اگه عشق ماشین نبود شاید اصلا اینجا گبری نبود. سلامتی جوانایی که دل پیر دارن، سلامتی ماشین سوارایی که حکم تیر دارن. شیفتگان پرواز را میل خزیدن نیست. حکم تیر داره دلبر من ماشینمه دلبر. اگه من مردم ولی تو چشم نگاه کنه به این گل بده که منو سنگ قبرم نیستید که چی؟ اگر عشق ماشین نبود شاید سنگ قبری نبود. این اصلا کمرم رگ برگ شد زیر این حرف. تو چشاش نگاه کن بهش گل بده، یعنی تو چشاش نگاه کن بهش یه گل بده. بعد میگه من اگر بمیرم بهم میگن که به خاطر سنگ قبر. سنگ چی؟ اگر عشق ماشین نبود شاید سنگ قبری نبود. کمرم رگ برگ شد. یعنی میخوام از الفاظ استفاده کنم که نمیشه دست سوالم بست دستا. حالا میگم یعنی با این سیست حالا نمیخواد بیایی. چند دارین؟ در هشتادی انا دیر شروع کردن، ولی خوب شروع کردن به اینجا رسیدن. بریم بعدی رو ببینیم. زیر زمین کجا؟ نمیدونم این پسرم گفت یه شهر زیر زمینیه. زیر زمین انقدر خوشگله. گفتم بریم تو رو خدا اونجا ببینیم. من اینجا نایدم خیلی زیر زمین تپه کرده دارن خاک در میارن. ای رفته تو چی باد؟ آره تپه کرده. یعنی چی؟ یعنی اینجوری گیر کرده باشه میگن تپه کرده. بعد تپه کرده باید بکشن چی؟ اصطلاح از من کبیر بازاست. این وقتی که شنا نرمه اینجوری میشه. شبش خطرینه دیگه، چون تو روز تو میبینی از جوری که اینه که بلدن از مدل شنا میفهمن که نرمه یا سفته. توی شب نمیفهمن نرمه یا سفته. بله اینجوری گیر کنه میتونن درش بیارن. آره دیگه، باید حالا با یا بکسارش میکنن یا اینجوری حالش میدن، زیر شخالی میکنن، زیر چرخوش رو میرن. شب برو نزدیک. شهر بود و پسره برده بود و شهر زیرزمینی رو بهش نشون بده و بعد میگه شب معلوم نیست شل و سفته. اتفاقا شب بیشتر معلومه شل و سفته. چه چیزا، خودش هم مثل که خیلی خوب آمادگی داشت. آمادگی 20 تپه هم کرده بود دیگه. بعد تپه دیگه میره چه موضوعی رو بهش نشون بده دیگه. متخصصه شولی سفتی هم هستن این خانم دیگه، میتونن تشخیص بدن. البته تو شب براشون سخته، احتمالا شاید دید شب ندارن. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. روی که با هم میرفتیم بیرون به این میگو فاطمون رو نگاه کن، میونه این همه سریاره تو ماه قطنگ منی. من به عشقش به حالیه چهر که هیچ با آسمون هم نگاه نمی کردم که نکنه ستارهی به عشقش پنگ بزنه. یه شب رفت قلب من اون شب خود تاریکی رو دید، اما سیاه نشد. میخواستم بگم دل بر
نه شب یه روز نشه نه زمستونی که به هوا بالا اصلا بالا رو ابرا، یعنی یه جوری رفتم که شب بود تاریکی رو ندیدم تو رفتی. خب معلومه انقدر تاریک بود تو که توی تاریکی قرار نیست ببینی توی تاریکی که رفتی. وای خدا رفته بود. یعنی این معلوم نیست این پیکی میدونی چندامش بود زده بود اصلا رو ابرا بود، گفت یه چیزی بگم که گفته باشم. بنده خدا خودشم نمیدونست چی داره میگه. این نکته خیلی جالبش بود مثلا یه دقیقه روایی که با هم میرفتیم بیرون بهم میگفت آسمون رو نگاه کن میونه این همه سیاره تو ماه قشنگ منی، میونه این همه سیاره تو ماه قشنگ منی. به 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 خیلی رومانتیک هم بود طرف. بله دیگه تو این همه عشق و محبت و رومانتیکی نثار میکنی براش، خب معلومه اینم باید به این اوضاع دوچار بشه. نکنید با احساسات مردم بازی نکن دیگه عزیز دلم، چرا این کارو میکنی؟ سلام دوستان گلم، داوود خدادوست، میوه خوار طبیعتگرد کوهنورد و الانم تو مزارع چوندر چوندر قندم و چه جوی زیبا و عالی. ماشاءالله به این کشاورزان و زحمتکشان جامعه که این محصولات درجه یک برای ما ساخته و پرداخته میکنن. البته دوستان زمانی خوب هست این چوندرها که سبز هستن و از اونها استفاده کنید و از روشه ریشه آنها به صورت آب بگیرید و استفاده کنید، ولی زمانی که تبدیل به قند میشه میره داخل کارخونه میشه قند و کل قند ها، اونها کلا سم سفیده و برای بدن مضر، چون سیستم ایمنی بدن ضعیف میکنه. جانم خدا دوست با طبیعت گردی و استفاده از محصولات ارگانی که درجه که خداوند هی ماشاءالله چوندر بدین به بدن. گوزفندی بوز خودشا نو خدا ساله تو خودت سمی، بعد به غندی که رفته کارخونه از این چوندر غند تولید میشه میگی سم. مثل تارزان، یعنی به نظرم هم لباس هم نبود بریم مثل تارزان کرده تو لباسش، بعد وای کلاه رو سرش رو نگاه کن آفتابگیرم زده با چوندر غند. چوندر غند خودم هم مثل این که بالا. بریم بعدی رو ببینیم. فرشته ای که البنه میخوا همه بدونن، تو یکی دونن بزن همه بدونن حضور ما که دارد که تحکیل شده، وجود ما که دارد که تحکیل شده، میخوا بیام شما به صحبت کنم یه بگه دو دنیا رو ساکت کنم. اینه برای بچه های خزرشتر، برای بچه های خزرشتر گفته. یعنی به این اگه بچه های خزرشتر ببینن دست جمع خودشون رو توی سی ساید غرب میکنست، نه تو سی ساید که نمید، نه برای بچه های خزرشتر خونده اینو. اشتباه کرده دادا، اشتباه داریم ده. یه بار دیگه ببینیم. فرشته ای که البنه میخوا همه بدونن، تو یکی دونن بزن همه بدونن حضور ما که دارد که تحکیل شده، وجود ما که دارد که تحکیل شده، میخوا بیام شما به صحبت کنم یا دیگه دو دنیا رو ساکت کنم. اینه برای بچه هایی خزرشتر. نفهمیدم واسه عشقش خونده دنیا رو با تو ساکت کنم به دنیا، باید آخرش چه رد به بچه های خزرشتر داشته آخه؟ چرا؟ آها فهمیدم، این بوس آخرش رو فرستاده واسه تقدیم کرده بچه های خزرشتر. چه شبه الان اونجا به خاطر این بوس الان به چه اتفاقا که نمیافته تو خزرشتر. تو داشته من نکند دقیقا این کارا رو زشته. یک خزرشتر رو به هم ریختی با این حرکتت، یک خزرشتر رو بردی زیر سوال با این حرکتت. خب بریم بعدی با هم تو تونر از خونه رو دیوان ها از دو نفرم بینه ما هم لش لش جونه تر آرایش ناز ساموئلم گفتی میمونی گفتم مشکلیز هستم مشکلم اینه که از خوشی بنده خدا حال نداره بخونه، این اصلا حال نداره جون نداره بخونه. پس با هم رو را ببخشه واسه من رو تخت بودم حالم نداشت احتمالا دیگه، واسه همینه اینجوری میخون دیگه، یا احتمالا یاد رو تختشون افتاده بعد حالش رفته دیگه، دیگه جان نداشته مثلا به اون قضیه داشته به چیز به اون قضیه نه کنه حال نداشته دیگه. بعد مثلا حالا رو تخت و اینا خلاصه خودتون بگیرید دیگه چی گفتم دیگه، حالا دیگه همین چیزا دیگه. ولی خب صداشو دوست داشتم، آهنگ صداشو دوست داشتم. یه خورده اگر مثلا صداشو بالاتر میبرد خیلی برام چهچهه قشنگی بود. مرسی دوست عزیز که باعث شدی که ما روحیمو یه خورده شاد شیم اینا از این رو حرفا دیگه. یه خودتون دیگه بقیهشو پی ببرید چی گفتم دیگه.
مرسی که تا اینجا منو دیدی. یه ساحل شوی دیگه بود، ساحل شوی دیگه هم هست کنارتونم. میدونم همش بود تو خونهاتون، نمیدونم دیگه چیکار کنیم دیگه. خیلی دوستتون دارم. سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارید، نظر پیشنهادی هم دارید بگید. دوستتون دارم.